با ادامه برنامه خوش آمده نیستان دل و حالا در بخش فکر نو هستیم که در این بخش هم مهدی آهین فعال اجتماعی با ما در برنامه هستند و امروز قرار است در مورد افکار منفی بر ما شما معلومات بتن. البته ممکن است که در بیشتر از مواقع ما با انرژی های منفی در زندگی ما روبرو شویم، بعض اوقات با ناامیدی ها روبرو شویم، بعض اوقات بسیار بسیار زیر تاثیر افکار منفی ما هم میریم. این که افکار منفی چی است، دلیلش چی است و چطور بتانیم به خوبی افکار ذهن ما رو کنترل بکنیم، بیشتر بر ما شما مهدی جان معلومات میدن. خوش آمدید مهدی جان، صبحتان بخیر. شکر بسیار جان، سلام به خودت، همکارای تکنیک و بیننده های عزیز صبح و زندگی. امیدوارم صبح پر از انرژی را آغاز کرده باشی. شکر، سلامت باشی. چطور آغاز کردی صبح تا با کدام افکار؟ امروز تصادفاً یک روز عالی بود، پر از انرژی. بسیار خوب، چقدر عالی و امیدوارم که تا پایان روز همونطور پر انرژی و عالی باشه و انشالله که روز هموطنان ما هم با افکار خوب، با خبرهای خوب و بالاخره با انرژی خوب تمام شود. خب مهدی جان، اول در مورد افکار منفی بر ما معلومات بده. به نظر خودت افکار منفی چیست؟ خب افکار منفی بیشتر امروزه دغدغه‌های مشکلات زیاد از افراد جامعه ما هستند. مثلا چیزایی هستند که در ذهن ما خطور میکنه، باعث نگرانی ما میشه یا باعث ترس، استرس، استراب میشه که در ذهن ما به وجود میاد. و به خاطری که بتوانیم ما ذهن خود کنترل بکنیم از فکرهای منفی، مثلا راهکارهای زیاد وجود داره. قبل از اینکه بخوایم بگوییم که کنترل ذهن یا کنترل افکار چگونه صورت میگیره، اول میخوایم یک تعریف از خود ذهن داشته باشیم. ذهن چی است؟ ذهن مجموعی از توانایی‌های فکری است که مثلا شامل تفکر، تصورات، زبان، حافظه انسان میشن. یعنی در کل گفتم میتونیم خود ذهن کنترل کننده بدن ما است. میتونه افکار منفی هم به خود بگیره، میتونه افکار مثبت هم به خود بگیره. و همین خود کنترل افکار در زندگی ما خیلی رول اساسی داره، چون در کیفیت زندگی ما میتونه بهبود بده و هم میتونه کیفیت زندگی ما را پایان بیاره. سه اصل مهم وجود داره. یکی خالی کردن افکار، هدفش مثلا امی افکار منفی است که باید از ذهن خود بیرون کنیم. و مرحله دومش پر کردن افکار، یعنی با مطالعه خود میتونیم معلومات زیادتری به ذهن خود وارد بسازیم. و همچنان تمرکز افکار، یعنی مثل مدیتیشن میتونیم افکار خود یا ذهن خود آرام بسازیم. بله واقعا، و کار سخت هم هست و بسیار از اشخاص کار ساده نیست، ولی خوب است اگر ما مدیتیشن انجام میتیم یا هم افکار ما رو خالی میسازیم، همه کار به یک دفعه ای نمیتونیم. دقیقا. کم کم آغاز میکنیم و بالاخره میرسیم به هدف که داریم. چقدر به نظر خودت زمانگیر است مهدی جان؟ آیا به وقت نیاز داره که ما بتانیم افکار منفی را از ذهن ما خالی بکنیم و جاگزینش افکار مثبت بسازیم؟ خود مثلا اینکه بتانیم ما افکار خود تحت کنترل خود داشته باشیم اوقدر پیچیده نیست، فقط ضرورت به تمرین زیاد و تکرار زیاد داره. مثلا از راهکارهای زیاد استفاده میتونیم بکنیم. زمانی که میدانیم که امی افکار منفی در حال ورود به ذهن ما است یا ذهن ما را میخواد تخریب بسازه، میتونیم یک نفس خیلی عمیق بکشیم. و خود نفس کشیدن یک راه است میتونه ذهن ما را از حالت مغشوش بودن بیرون بکنه. و طبق مطالعات که انجام شده 90 ثانیه طول میکشه تا می محرک عصبی به حالت طبیعی خود در بیاید. حتی میتونیم در این ظرف 90 ثانیه تا 90 بشماریم تا ذهن ما بازم مخشوش نشه و حالت طبیعی دوباره به خود بگیره. بله، که آسان ترین تکنیک است به نظر من که میتونن کسایی که تحت تاثیر افکار منفی ذهن خود قرار میگیرن انجام بدن. خب یک چیز نرمال است که ممکن است بر هم ما در زندگی پیش بیای، بعضا افکار منفی، ولی اگر از حدش بیشتر شود یک بخش از زندگی ما را تشکیل میده و بالاخره با مشکلات زیاد مواجه میشیم. چه مشکلات و چه خطرات را ایجاد میکنه افکار منفی ذهن بر یک شخص در زندگیش؟ افکار منفی انسان میتونه از زندگی ناامید بسازه. یک جمله است شاید هم باشینده باشه، میگه انسان با امید زنده است. یک جمله خیلی پرمفهوم است. توسط امید است که انسان مثلا میتونه مسیر موفقیت را پیدا بکنه. عدم وجود امید در زندگی میتونه افسردگی را به وجود بیاره، یعنی اعتماد به نفس انسان خیلی پایان بیاره.
و هزاران نوع مشکلات روحی روانی را میتونه در وجود انسان پدیدار بسازه. افکار منفی یعنی رول اساسی را روی بدن ما بازی میکنه، یعنی روی سلامت بدن انسان میتونه تاثیر گذار باشه. بیشتر امراض را که ما میبینیم به لحاظ ظاهری شاید مشکلات باشه که در بدن خود احساس کنن، در عضلات خود، اما بیشترشان همی افکار منفی تشکیل میدن، چون به خاطر که بیشتر ذهنشان درگیر هستن، بیشتر ناراحت هستن، گوشه‌گیر هستن. اینا افکار است که در ذهن انسان خطور میکنه و باعث پیشرفت این عدم پیشرفت انسان در زندگیش میشه. بله، واقعا که همه قسم زمان که ذهن ما پر از افکار منفی باشه، دیگه ما نمیتونیم به کارهای روزمره ما با خوبی رسیدگی بکنیم، مطالعه نمیتونیم، تمرکز خوب نمیتونیم و رفته رفته افکار منفی باعث ایجاد استرس های بسیار زیاد میشه و زمان که استرس ایجاد شد یا پرخوری بر ما پیدا میشه یا هم اصلا اشتهای ما گم میشه، بیخوابی بر ما ایجاد میشه و بالاخره اگر ما کنترل نکنیم و در وقتش متوجه نشیم ممکن است که از بسیاری از ابعاد زندگی ما عقب بمانیم. خب مهدی جان، چقدر به نظر خودت خانواده و اطرافیان ما روی ذهنیت ما و روی افکار ما تاثیر مستقیمی میتونه داشته باشه که ما بتونیم از اونها انرژی خوب بگیریم یا انرژی منفی بگیریم؟ دنیای بیرونی یا در دنیایی که ما زندگی میکنیم با دنیای درون ما ارتباط مستقیم داره، یعنی تاثیرات زیاد داره. وقتی که ما در یک محیط زندگی میکنیم که اونجا راحت نیستیم، دائم وقت به ما نگرانی پیش میشه، استرس میاد، استراب پیش میشه، بهتر است که از اون محیط دوری کنیم، محیط ترک کنیم و به یک محیط جدید رو بیاریم. مثلا میتونیم کارهایی که بیشتر بهش علاقه‌مند هستیم انجام بدیم، مثل مطالعه کردن، مثل آشپزی کردن، مثل بعضی کارهایی که ما را سرگرم میسازن. یگانه مشکل این است که مردم بیشتر حسرت گذشته را میخورن و نگران آینده میباشن، یا میتونه یکی از افکار باشه که به ذهن انسان زیاد خطور کنه. کوشش کنیم در زمان حال زندگی کنیم و حسرت گذشته را نخوریم. چیزایی که در گذشته اتفاق افتاده هیچگاه نمیتونیم اونا را تغییر بدیم و سود هم نداره. و البته تو نیست که ما به موفقیت خود فکر نکنیم و نگران فردای خود نباشیم، باشیم، اما به اندازه ای که فکر ما را درگیر خود بسازنی. کوشش کنیم در زمان حال زندگی کنیم. بله. و تمام چیزها را از خود دور کنیم که باعث نگرانی میشن. واقعا که همه قسمت بیشتر از اشخاص که در چهار طرف ماست یا هم بعضن خود ما، همیشه میگیم که اگر در فلان وقت فلان کار انجام میدادم شاید حالا قسم نبود، یا هم اگر امروز هستیم میگیم فردا این موضوع چطور میشه و فردا کارهای ما چطور میشه. در اصل خود ما متوجه نمیباشیم ولی حال ما را از دست دادیم و بالاخره از اون فرصتی که ما امروز داشتیم نتونستیم استفاده خوب بکنیم. پس خوب است قسمی که مهدی جان هم یادآوری کردن در حال زندگی بکنیم و از حال خود لذت ببریم. خب مهدی جان، چقدر میتونه ما رو کمک بکنه افکار مثبت ما، ذهنیت خوب ما در پیش برد زندگی ما، در آرامش زندگی ما؟ افکار انسان میتونه انسان از تاریکی ها نجات بده. مثلا چیزایی که انسان از امید نسبت به زندگی دور میکنه از اونا خدا نجات بده. یک مسیر موفقیت یا یک پلین به موفقیت نزدیکتر شوه. هرچقدر ما مثبت نگر باشیم اما قدر به موفقیت در زندگی ما نزدیکتر میشیم، چون تفکر ما یا ذهن ما انرژی مستقیم با انرژی کائنات داره. یعنی اگر ما مثبت ببینیم انرژی مثبت کائنات به ما جذب میشه و اتفاقات مثبت هم رخ میده. هر چقدر ما منفی نگر باشیم همونقدر اتفاقات منفی رخ میده و باعث سردرگمی ما در زندگی میشه. بله، همه قسم است. و خودت اگر کدوم وقت انرژی منفی سراغت بیایه یا هم یک فکر منفی بیایه چیکار میکنی مهدی؟ خودم زیادتر عادت دارم وقتی که روی چیز نگران میشم یا جگر خون میشم یا مثلا افکار منفی به ذهنم میایه، یگانه کار که زیاد دوست دارم آشپزی است، زیاد دوست دارم برم آشپزخانه. این فکر به طرف همون غذایی که میخوایی پخته کنی به طرف همون میکشنه. یا مثلا آشپزی رو هم بلد هستی؟ خوب است دیگه، همقدر میشه که دیگه را گشنه نمونه. بسیار خوب. خوب است که خودم مشغول بکنیم به علایق ما. کسای دوست دارن ورزش کنن، بعضی ازش خواست دوست دارن بخوابن،
بعضی از اشخاص دوست دارن با موبایل خود بازی بکنن. خب کارهای متفاوت از هر کاری که سرگرمی شما، هر کاری که شما رو فکر میکنه نس خوب میته و راحت میته، میتونن در اوقاتی که فکر میکنن خیلی تنها هستن و ذهنتون درگیر افکار منفی است انجام بدین. بسیار تشکر مهدی جان از حضور خودت هم در برنامه ما. اگر گفتن یا هم پیام داشته باشی ازت میشنیم. خب گفتنی خاص ندارم، اما میخوایم بگم زمانی که هر انسان در جامعه قدم میگذاره با هزاران نفر روبرو میشه و این هزاران نفر هزاران نوع نظریه متفاوت در مورد ما وجود دارن و میگن، کوشش کنیم به نظریات مردم، به انتقادات مردم گوش بدیم، احترام بگذاریم، ولی هیچگاه اجازه ندیم که بالای ما تاثیر بگذاره تا حدی که ما را از مسیر ما منحرف بسازه و ای از خودش کنترل زه. بله واقعا بسیار تشکر مهدی جان، همیشه موفق باشین. تشکر. تشکر از زن از همراهی شما هم. انشالله که هم ما بتونیم روی ذهن محکم باشیم و بتونیم که انرژی های مثبت را با کائنات بفرستیم. وقفه میگیریم و برمیگردیم به ادامه برنامه.